با سلام درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در ادامه گفتار قبلی راجع به هسته مرکزی امت محمدی صحبت میکردیم که در میان اون گروه های انبوهی که می اومدن و بیعت لسانی با رسول اکرم میکردن و میگفتن ما هم مسلمان هستیم و در نمازهای جماعت هم شرکت میکردن، چون که نقل شده یک گروه ویژه‌ای وجود داشتند که اینها مانند بنیان مرصوص بودند. اینها یک روح مشترک جمعی اونها رو مورد تأیید قرار داده بود، یعنی یک یگانگی و به هم پیوستگی در درونشون وجود داشت. قرآن مجید در آیات متعدده راجع به این گروه صحبت میکنه. اینها چی بوده خصوصیاتشون که از دیگران متمایز بودند؟ میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خصوصیتشون عشق متقابل و محبت متقابلیه که به صورت یک جریان مداوم در گردش بین قلب‌های اینها و قلب رسول الله که منبعش اون انرژی و اون نیروی لایزال الهیه در گردش بود که قرآن به این ترتیب ازش تعبیر فرموده، یحبهم و یحبونه، محبتی که جریان داره، خداوند اینها رو دوست داره و نسبت بهشون محبت میکنه و اونها نسبت به خداوند محبت دارن و ارادت میبرزن به رسول خدا. این خصوصیت وجود داره. و در آیه دیگه میفرماید خداوند از اینها راضیه و اونها از خداوند راضیه. و رضو عن لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله ولو کانوا آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشیرتهم. یعنی اینها کسانی هستند که مرزبندی های قاطع دارند، کسانی رو که ولی خدا رو محدود میکنند، ولی خدا رو محصور میکنند. من هاد الله و رسوله، کسانی که احکام خدا رو محدود میکنند، اجرای دین خدا رو محدود میکنند. لا یوادونه، کسانی که مسئولان محدود شدن اجرای احکام الهی هستند، کسانی که مسئولند که رسول خدا و ولی خدا رو محدود می کنند، مؤمنین با آنها دوستی نمی کنند، با آنها رابطه مودت تشکیل نمی دند. حتی اگه باباشون باشه، اگه فرزندشون باشه، اگه برادرشون باشه، اگه اهل خانواده و عشیره و قوم و قبیلشون باشه، باهاشون مرزبندی میکنن، میگن آقا این کاری که شما میکنید مورد تایید ما نیست و رابطه و رشته مودت بین ما و شما گسسته میشه. ما قلبمون با رسول خدا و به خدا پیوند داره. این خصوصیت رو دارن. این قوم و این قبیله هستند، این اشخاص هستند که وقتی چنین مرزبندی های قاطعی دارند، خداوند رازش رو توضیح میده و میفرماید اولائک کتب فی قلوبهم، اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، در قلب هاشون ایمان نگاشته شده. و ایدهم به روح من، و خداوند اینها رو با روحی از جانب خودش تایید میکنه. اولئک کتب الله فی قلوبهم
الایمان و ایدهم بروحنه، و با روحی از جانب خودش اینها رو تایید میکنه، اون روح مشترک جمعی که من از جانب خداونده، نه اون که این روح مشترک جمعی مجموعه روح یکایک کسانی باشه که به هم دیگه پیوند خوردن. یعنی اگر دو نفر با هم دیگه پیوند روحانی بخورند، هر کدومشون یک روحی دارن، یک جانی دارن، یک روانی دارن، یک بدن اثیری دارن، یک بدن عنصری دارن، این دوتا با هم دیگه پیوند میخورن، این دوتا روح با هم دیگه پیوند میخورن، اما یک روح سوم، یک روحی از جانب خداوند اونها رو مورد تایید قرار میده. وقتی یه جمعی باشند، 12 نفر اگر باشند، روح القدس اونها رو مورد تایید قرار میده. اگر بیشتر باشند همچنین، الی آخر، الی ما لا نهایه و الی الله منتها. این راز رو داره بیان میکنه. روحی از جانب خداوند علاوه بر ارواح خودشون که در پیوند و ائتلاف با هم قرار گرفتن، این راز و رمز اون هسته مرکزی. به این دلیله که در این مورد که می‌فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، یعنی آیه 4 سوره صف، یعنی خداوند دوستدار کسانیه که در راه خداوند ایستادگی میکنند، رویارویی میکنن، پا از میدون واپس نمیکشن، مانند صف یک سد سربی برپا میکنن که چیزی نتونه اون رو از بین ببره. این هسته مرکزیه. وگرنه اون کسانی که میفرماید من یرتد عن دینهی، یا ایها الذین آمنوا من یرتد عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، اون من یرتد یعنی کسانی که ایمانشون سسته، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، یعنی به زبان قبول اسلام کردن، قلبهاشون اسلام رو نپذیرفته و خدا در قلبشون چیزی رو نقش نکرده. اینها امروز میان فردا میرن، اما چرا میان؟ از رو کنجکاوی ممکنه یه عدهشون بیان، از رو چشم و همچشمی با دیگران ممکنه یه عدهشون بیان، اما یه عدهشون میان که بذرهای نفاق رو بپاشن، که دیگران رو آلوده به ویروس شک و تردید و دودلی و حزن و اندوه بکنن، زیر پاشون رو سوس کنن، اونها رو پراکنده بکنن. اما یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینها که به این ترتیب میان و فی قلوبهم مرضون یسارعون، این کسانی که سرعت و سبقت میگیرن برای اسم، یسارعون فی الاسم و العدوان و معصیت الرسول، این اشخاص درسته که اومدن توی امت، ولی برای تخریب امت اومدن، حضورشون سبب سستی و تخریب میشه. اینها از اول اومدنشون اعتباری نداشته، برای رفتن بوده و برای این اومدن که دیگران رو هم با خودشون ببرن، اما خداوند یه قومی رو میاره که اونها ایمان آهنین و استوار دارن، مانند صخره سما و سنگ خارا هستند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین، خصوصیتشون اینه که فروتنی میکنن نسبت به مؤمنین و ایستادگی میکنن با عزت و اقتدار در برابر کافرین. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم،
و مجاهده میکنند، سعی و تلاش میکنند در راه خداوند. و لا یخافون، و خوفی از سرزنش ملامت کنندگان ندارند. اینها رو خداوند دوست داره، اینها دوستان خداوندن، اینها اون هسته مرکزی رو تشکیل میدن. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینا هستن، یعنی کسانی که همراه رسول خدا هستن، و الذین معه همراه رسول خدا هستن و رسول خدا به عنوان پیشاهنگ و به عنوان پرچمدار اینها. اینها چه کسانی هستن؟ اشداء علی الکفار و هما و بینه، اون روح جمعی اینها رو به هم دیگه پیوند میزنه و اینها با شدت مرزهای ایمان رو محافظت میکنن نزدش. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. از این پاشون رو فراتر نمیزنن و کس نمیزنن پاش بیاری. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین رحماء و بینهم اشداء علی الکفار. این خصوصیات رو دارن، به همین دلیل ایمانشون بسیار سخت و استواره. به این دلیل به بنیان مرسوس تعبیر شده، یعنی مانند یک دژی که دیوارهاش از سرب ریخته شده باشه. و اینها تنها چیزی که میخوان یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینها خصوصیتشون اینه که به خداوند سجده میکنن، به خداوند سجده میکنن، دنبال دنیا طلبی نیستن. یعنی یجاهدون به اموالهم و انفسهم، فداکاری میکنن، جان و مالشون هم دریغ نمیکنن. در اینها هستند که اون هسته مرکزی ارادتمندان رسول اکرم رو تشکیل میدن، نه کسانی که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. اونها مسلمانن، خیلی هم زیادن، اما افحکم الجاهلیه یبغون. اونها دنبال احیاء احکام جاهلی هستند که میان داخل امت محمدی میشن، که میخوان به تدریج دین محمد رو تحت سیطره احکام جاهلی بگیرن. این یه تهاجم فرهنگی از درون به ارزش‌های توحیدی. ممکنه در کسانی که سست اعتقادند نفوذ بکنند، اما در این هسته مرکزی نمیتونن نفوذ بکنند. و اینها هستند که حارسان دین محمدن در طول تاریخ، اگرچه تاریخ توسط کسانی نوشته شده که احکام جاهلی رو سعی میکردن احیا بکنن. آیات قرآن رو کنار گذاشته بودن، به روایاتی که معلوم نبود منشأش چیه و منبعش چیه جذبیدن، اونها رو پیش میبردن. اما اونها حافظان دین خداوند هستن، اونها هسته مرکزی هست. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگهدار.